نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام خوش آمدین به یک ویدیوهای دیگر جنرال پلاس. امیدوار هستم تا پایان ویدیو با ما همراه باشین. کشته شدن 13 جنگجوی طالبان در قندهار. در پی درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی های تختپل و ژره قندهار 13 جنگجوی طالبان کشته شدند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار در گفتگو با افق گفت که طالبان شب گذشته سه‌شنبه 27 جوزا در مربوطات ولسوالی تختپل بر موازی نیروهای دولتی حمله کردند. با گفته ای او این حمله از سوی نیروهای دولتی عقب زده شد و در نتیجه 5 جنگجوی طالبان کشته و 8 جنگجوی دیگر آنان زخمی شدند. سخنگوی والی قندهار در ادامه افزود که شب گذشته ولسوالی ژره قندهار نیز گواه درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان بود که در این درگیری 8 جنگجوی طالبان کشته شدند. آقای احمدی علاوه کرد که در این دو درگیری یک سرباز پلیس کشته و یک نیروی دیگر زخم برداشته است. شب گذشته چندین ولایت شاهد درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان بوده است که در برخی از درگیری ها تلفات سنگینی به نیروهای دولتی وارد شده است. با گفته منابع محلی در پی حمله طالبان بر موازی نیروهای دولتی در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان 12 نیروی دولتی کشته و 5 نیروی دیگر زخمی شدند. همچنین یک منبع امنیتی در ولایت کاپیسا در گفتگو با خبرگزاری افق تایید کرد که در یک کمین طالبان در ولسوالی تگاب این ولایت 7 سرباز ارتش کشته و 3 سرباز دیگر زخمی شدند. محاکمه قاتلان اعضای یک خانواده در خوست از سوی طالبان. سخنگوی طالبان مدعی شده است که این گروه 2 نفر را در پیوند به قتل 7 عضو یک خانواده که ساکن ولایت خوست بودند مورد پیگرد قرار داده است. به گفته این سخنگو یکی از این افراد حین بازداشت کشته شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه تویترش نوشته است که در ولسوالی سید کرم پکتیا آن دو تن قاتل روزگل و فرزندش گرفتار شدند که 2 روز قبل در ولایت خوست برادر و 7 عضو فامیلش را شهید کرده بود. به گفته مجاهد یکی از قاتلین به نام روزگل که حین دستگیری فرار می کرد کشته شده و فرزندش که با وی شریک قتل بود به محکمه سپرده شده است. 2 روز پیش سخنگوی پلیس ولایت خوست در گفتگو با خبرگزاری افق خبر داد که در حمله مسلحانه به یک خانه در ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزی 5 عضو یک خانواده کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. عادل حیدر سخنگوی فرماندهی پلیس خوست در آن زمان انگیزه این رویداد را خصومت شخصی گفته بود. گفته می شود که ساکنان محلی در خوست دیروز با فیصله مردمی خانه افراد متهم را در قتل اعضای یک خانواده در ولسوالی اسماعیل خیل را به آتش زدند. این هم یک خبر دیگر. دست کم 7 سرباز ارتش در کمین طالبان در کاپیسا کشته شدند. منابع امنیتی در ولایت کاپیسا در گفتگو با خبرگزاری افق تایید کردند که در یک کمین طالبان در ولسوالی تگاب این ولایت 7 سرباز ارتش کشته و 3 سرباز دیگر زخمی شدند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش برده شود با افق گفت که نیروهای تازه نفس ارتش شب گذشته سه‌شنبه 27 جوزا در روستای غازی خیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا با کمین طالبان مواجه شدند. با گفته این منبع در این کمین 7 سرباز ارتش کشته و 3 سرباز دیگر زخمی شدند. این منبع امنیتی در ادامه افزود که در درگیری میان طالبان و نیروهای دولتی 9 جنگجوی طالبان نیز کشته شدند. این در حالی است که در پی حمله طالبان بر موازی نیروهای دولتی در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان نیز 12 نیروی دولتی کشته و 5 نیروی دیگر زخمی شدند.
معروف آذر سخنگوی والی جوزجان به افاق گفت طالبان حوالی ساعت 3 بامداد امروز چهارشنبه 28 جوزا بر پاستگاه امنیتی بالاحصار در ولسوالی آقچه حمله کردند. گفتنی است که در آستانه آمادگی دولت برای آغاز مذاکرات بین الافغانی حملات طالبان در شماری از ولایت ها بس شدت افزایش یافته است. آمار رسمی کرونا در افغانستان: شناسایی 564 مورد تازه و مرگ 13 بیمار. وزارت صحت عامه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 564 مورد مثبت ویروس کرونا در ولایات مختلف شناسایی شده و 13 بیمار نیز جان باختند. این وزارت امروز چهارشنبه 28 جوزا با نشر آمار روزانه بیماران و قربانیان کووید 19 گفته است که در شبانه روز گذشته 564 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و به این ترتیب شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 26874 نفر افزایش یافته است. کابل، هرات، بلخ، ننگرهار، قندهار و پکتیا بیشترین افراد مبتلا به ویروس کرونا را دارند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 13 فرد مبتلا به کرونا جان باختند که با این حساب شمار کل قربانیان کووید 19 به 504 نفر رسیده است. همچنین وزارت صحت عامه گفته است که در شبانه روز گذشته 650 فرد مبتلا به کرونا بهبود یافته و شمار بهبود یافتگان 6158 نفر شده است. با آنکه وزارت صحت عامه هر روز آمار مبتلایان و قربانیان کرونا را نشر می کند، اما با باور مردم آمار رسمی بازتاب دهنده یا وضعیت وقوعی شیوع کرونا در افغانستان نیست و وزارت صحت عامه توانایی آزمایش ارزیابی و ثبت همه رویدادهای ابتلا و مرگ بر اثر کرونا را در سراسر کشور ندارند. خودسوزی اعتراض پسر استاد مایل هروی در ایران. 8 صبح برخی از رسانه‌های ایرانی از ادعای خودسوزی شهاب هروی پسر استاد نجیب الله مایل هروی در شهر مشهد خبر می‌دهند. به نقل از یک سایت خبری ایران، شهاب مایل هروی خود را در برابر نمایندگی وزارت خارجه ایران در شهر مشهد آتش زده است. با گزارش برخی رسانه‌های محلی ولایت خراسان، صفحه اینستاگرام منتسب به شهاب مایل هروی، فرزند استاد نجیب مایل هروی، پژوهشگر و نویسنده معروف افغانستان مقیم مشهد، خبر داده است که شهاب مایل در اعتراض به مشکل اقامت پدرش مقابل دفتر وزارت خارجه دست به این اقدام زده است. نجیب الله مایل هروی ادیب و نسخه شناس مشهور افغانستان است که طی سالها اقامت در ایران، فعالیت های چشمگیری در حوزه فرهنگ و ادب داشته است. استاد هروی همسر ایرانی و دو فرزند دارد و از چند پیش با مشکل اقامت در ایران روبرو شده است. قانون عدم صدور تذکره برای فرزندان زنان ایرانی که با اتباعی غیر ایرانی ازدواج کردن مخالفان و موافقان در این کشور دارد و برخی خواهان اصلاح آنها هستند. همچنان حمله طالبان بر نیروهای دولتی. در جوزجان 12 کشته و 9 زخمی و اسیر. منابع محلی در ولایت جوزجان در گفتگو با افاق تایید کردند که در پی حمله طالبان بر موازی نیروهای دولتی در ولسوالی آقچه این ولایت 12 نیروی دولتی کشته شده و 5 نیروی دیگر نیز زخمی شدند. با گفته این منابع طالبان 4 نیروی دولتی را نیز اسیر گرفتند. معروف آذر سخنگوی ولی جوزجان به افق گفت طالبان حوالی ساعت 3 بامداد روز چهارشنبه 28 جوزا به پاسگاه امنیتی بالا حصار در ولسوالی آقچه حمله کردند. با گفته او در این حمله 12 نیروی دولتی کشته و 5 نیروی دیگر نیز زخمی هستند. او افزود که طالبان 4 نیروی دولتی را نیز اسیر گرفتند. سخنگوی ولی جوزجان در ادامه علاوه کرد
که در درگیری بامداد امروز دو اراده تانک حامی نیروهای دولتی تخریب شده و طالبان یک اراده تانک دیگر را با خود بردند. به گفته او در ضد حمله نیروهای دولتی 5 جنگجوی طالبان کشته و 10 نفر دیگر آنان زخمی شدند. گفته شد طالبان از صحن متواری شدند. دوستان نهایت گرامی، سپاسگزار هستم از اینکه تا این دم با ما بودید.